نمیتونم رفتار تو بفهمم. سمر داره با عدنان بیگ ازدواج میکنه و تو این خیالت نیست؟ من که میخواستم سمر با آدم مهمی ازدواج کنه، چرا ناراحت بشم؟ عدنان بیگ به تو میومد نه به سمر. حالا کی میخوان ازدواج کنه؟ فکر کنم تو این چند روزه، تا همه کارا انجام بشه. به خاطر بچه های عدنان قبل از باز شدن مدرسه ها، یعنی اوایل ماه بعد ازدواج میکنن. سهیر، اسم اون دوستت که مدیر اخباره چیه؟ منظورت کیه؟ منظورم اونیه که همیشه باش حرف میزنی. فاروق؟ نظرت چیه یه خورده راجع به این ازدواج بهش خبر بدی؟ اگه بگم اونا خبر رو منتشر میکنن و سمرم ناراحت میشه. چیزی پنهون نمیمونه. خب اونا که دارن ازدواج میکنن، بذار روزنامه ها راجع بهشون بنویسن. الو؟ سلام فاروق بیگ، من سهیر اخشاییم، مشتاق دیدار. تو چطوری؟ منم خوبم. آره یه مدت رفته بودم سفر اما الان برگشتم. میدونی چند وقت پیش عروسی دختر بزرگه فیروزه خانم بود. آره درسته. الان دختر دومیشم داره ازدواج میکنه. آره سمر کوچیکه، با صاحب شرکت زیاگیل. آره عدنان زیاگیل. تعجب کردی؟ توقع نداشتی؟ معلومه درسته، ولی حواست باشه نگی از من شنیدی. میتونی اونو به خبرچینات نسبت بدی. بهش بگو خیلی نزدیکه. آه حتما دو روز دیگه خبرش میپیچه. خبر تعجب برانگیزیه نه؟ نظرم اینه که آره درسته، فیروزه خانم مادر زن عدنان بیگ میشه. آره معلومه دیگه، همدیگر رو دوست دارن، خیلی وقت هم هست، تازه با اختلاف سنیشون.